اکبر مشدی نخستین ایرانی بود که به تجارت بستنی روی آورد. نام واقعی او اکبر جعفری ملایری بود. او در سال 1868 میلادی در روستایی در ملایر به دنیا آمد. پیش از بستنی فروشی مشاغل متعددی را آزمود. مدتی شکر و چای از تهران به شهرهای شمالی می برد و از آنجا هیزم به تهران می آورد تا بتواند روزگارش را بگذراند. در سن 20 سالگی با محمدریش آشنا شد. محمدریش با درباریان مظفرالدین شاه آشنایی داشت و از این طریق او هم توانست با بستنی آشنا شود. زمانی که رضا شاه به قدرت رسید، اکبر ملایری و محمدریش نخستین بستنی فروشی خود را با کمک مالی برادر خود یعنی شعبان ملایری در خیابان ری نبش خیابان ادیب الممالک افتتاح کردند. دو سال بعد محمدریش از این کار دست کشید، اما اکبر کماکان مصمم به ادامه این راه بود. محمد ملایری تنها وارث اکبر مشدی میگوید بستنی ایرانی که اکبر مشدی درست کرد با نوع خارجی آن کاملا متفاوت بود. ایرانیان سرشیر، گلاب و زعفران را بیشتر میپسندیدند. درباریان، سفرا و مردم عادی مشتریان اکبر مشدی بودند. محمد میگوید یک بار فخرالدوله اکبر مشدی را با خودش به فرانسه برد تا آنجا برایشان بستنی سرو کند. اکبر مشدی بیش از 90 سال عمر کرد و در 92 سالگی از مشکل کلیه درگذشت. یاد و خاطرش گرامی. بستنی سنتی یا اکبر مشدی؟ اول خامه بستنی رو تهیه می‌کنیم. درون یک ظرف دردار روی روکش نایلونی مقداری خامه می‌ریزیم که قطرش نیم سانت بشه. بعد با روکش نایلونی روی خامه رو می‌پوشونیم و در ظرف رو می‌بندیم و در فریزر قرار می‌دیم تا بعداً برای اضافه کردن به بستنی ازش استفاده کنیم. طرز تهیه 2 کیلو یا 4 پوند بستنی. درون یک قابلمه تمیز به میزان 6 لیوان اندازه گیری شیر پرچرب میریزیم و میذاریم تا به جوش بیاد. بعد از اینکه به جوش اومد 1 لیوان اندازه گیری شکر اضافه میکنیم و هم میزنیم تا کاملا شکر درون شیر حل بشه. بعد به میزان 1/3 لیوان اندازه گیری پودر سرلب اضافه می کنیم و باز مرتب هم می زنیم تا مایه قوام بیاد و کمی حالت کشدار پیدا کنه. وقتی شیر قوام اومد شعله رو خاموش می کنیم. تا مایه گرم هست میزان 1 قاشق مرباخوری زعفران رو به مایه بستنی اضافه میکنیم، هم میزنیم تا کاملا رنگ مایه عوض بشه. من از زعفران ساییده نشده هم درون بستنی استفاده میکنم چون ترکیب رشته های زرد زعفران و خلال پسته سبز و خامه سفید در پایان کار درون بستنی خیلی قشنگ میشه. بعد از اینکه مایه کمی سرد شد 2/3 لیوان اندازه گیری گلاب اضافه میکنیم، هم میزنیم و بعد مواد رو درون یک ظرف که بهتر فلزی باشه منتقل میکنیم و به مدت 1 ساعت درون فریزر قرار میدیم. بستنی رو از فریزر بیرون میاریم و از کناره به وسط ظرف هم میزنیم و مجدداً به فریزر منتقل میکنیم. این کار رو برای 4 الی 5 بار تکرار میکنیم تا بستنی کشدار و سنتی بشه.
وقتی بستنی رو برای هم زدن از فریزر بیرون میاریم، برای گرفتن نتیجه بهتر خوبه که ظرف بستنی رو توی یک ظرف بزرگتر که با مقدار یخ پر شده قرار بدیم و هم بزنیم و بعد مجددا به فریزر منتقل کنیم. مرتبه چهارمی که بستنی را از فریزر به بیرون میاریم، به دلخواه مقداری پسته خرد شده رو به بستنی اضافه بکنید، هم بزنید و بعد مجدداً بستنی رو به فریزر منتقل کنید. اگر مایل بودید که بستنیتون رو با نون بستنی واقعا به شکل سنتی نوش جان بکنید، میتونید نون بستنی رو از فروشگاه های ایرانی تهیه بفرمایید. ما تا حالا هر وقت که خواستیم بستنی بخوریم، قالب نون بستنیمون به شکل دایره بوده. من خواستم ابتکاری به خرج بدم و از قالب طرح قلبم استفاده کردم. شما میتونید از هر مدل و شکل قالب دلخواهتون برای تهیه نون بستنیتون انتخاب کنید. شما میتونین نون بستنیتون رو هم تزیین کنین، یعنی ساده نباشه. همونطور که در فیلم میبینید، من مقداری عسل در آب حل کردم و با قلم ها مقداری از این مایه رو روی نون بستنی زدم و با پودر گل محمدی و خلال پسته تزیین کردم. شما میتونین به هر شکل و طرحی که دوست دارید نونهای بستنیتون رو تزیین کنید. خاصیت چسبندگی عسل به مراتب بیشتر از محلول آب و شکر هست. شما میتونین از خود عسل بدون حل کردنش در آب استفاده کنید. من به خاطر اینکه پسته ها از نون جدا نشن و ماندگاری بیشتری داشته باشن، از عسل استفاده کردم، چون میتونم نون بستنی رو با تزیین انجام شده توسط عسل تا هفته ها نگه دارم.
همونطور که ملاحظه میکنید من حتی نون رو هم که تکون میدم به هیچ عنوان تزیینات ما از نون جدا نمیشن و نمیافتن. حالا نوبت خرد کردن خامه فریز شده است. خامه رو از فریزر بیرون میاریم، نایلون دورش رو باز میکنیم و به قطعاتی که دوست داریم خامه ها رو خرد میکنیم. بعضی ها دوست دارن خامه های تکهی درون بستنشون داشته باشن و بعضی ها هم بیشتر ترجیح میدن که خامه ها کاملا خرد باشن و کنار پسته درون بستنی زیر دندونشون بیاد. به هر صورت نوش جونتون. حالا برای آخرین بار بستنی رو از فریزر بیرون میاریم و خامه های خرد شده رو بهش اضافه میکنیم. هم میزنیم که کاملا خامه ها در همه جای بستنی پخش بشن. همونطور که ملاحظه میکنید بستنی ما الان کشدار شده و آماده است برای سرو کردن. قاشق بستنی رو درون آب گرم میچرخونیم و شروع به کشیدن بستنی میکنیم. این کار باعث میشه تا بستنی به قاشق نچسبه. دوستان عزیز امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و با لایک و سابسکرایب حمایت خوبی از این کانال به عمل بیارید. تا ویدیوی بعد روز و روزگار خوشی براتون آرزو میکنم.